شهر مقدس کربلا شاهد برگزاری مراسم جشن بزرگی به مناسبت عید الله اکبر، عید غدیر خم بوده و ادامه دارد. شهر مقدس کربلا و هیئت‌ها و مؤسسه‌های موجود در آن مانند همیشه در برگزاری مراسم و جشن‌های دینی فعال بودند. به همین مناسبت این شهر مقدس شاهد برگزاری مراسم جشن بزرگی به مناسبت عید الله اکبر، عید غدیر خم بود که آن را مراسم غدیریون نامگذاری کردند. این مراسم جشن و شادی با حضور 20 هیئت و مؤسسه فرهنگی دینی با هدف بزرگ داشت این عید بزرگ و ایجاد شادی و سرور در قلب عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت برگزار شد و امروز هم ادامه دارد. این مراسم با شکوه با همت هیئت یال اسارت الحسین علیه السلام و با مشارکت دیگر هیئت‌ها و مؤسسه های شرکت کننده برگزار گردید و شعاری که برای این مراسم در نظر گرفته شده بعد از قدیر بهانه ای نمی ماند بوده است. برگزار کنندگان و هیئت های شرکت کننده در برگزاری این مراسم همچنین بیانیه ای صادر کردند که نسخه ای از آن به دست خبرگزاری اخبار شیعه رسید. در بخشی از این بیانیه آمده این برنامه شامل فعالیت‌های مختلفی است که مهمترین آن توزیع هدایا به ایتام در روز غدیر خم بوده است. در بخش دیگری از این بیانیه آمده برای تحکیم فرهنگ غدیر و عمل به آن و نهادین سازی آن در روح و جان جوانان تلاش کنیم تا از برکات اکمال دین و اتمام نعمت که همان ولایت امیرالمومنین علیه السلام و دوستی فاطمه زهرا و ائمه اطهار علیه السلام است دور نمانیم، تا در آنچه پس از غدیر است کوتاهی نکنند، چنانچه برخی از پیشینیان کوتاهی کردند، پس از روز غدیر عذری باقی نمی ماند. این بیانیه همچنین می افزاید این برنامه با همکاری هیئت‌های کربلایی برگزار می شود که عبارتند از یال اسارت الحسین، خدمه اهل بیت، ام الائمه، شباب علی اصغر و خدمه علی اکبر علیه السلام و نیز مجموعه کربلا الرحمه و الانسانیه، شباب کربلا المقدسه، حملت الرحیق المختوم. در این بیانیه آمده دیگر مؤسسه های همکاری عبارتند از انصار المهدی اجل الله تعالی فرجه الشریف، کف العباس، رقیه بنت الحسین، اشبال خدمت اهل بیت، سید الشهدا، عشاق العباس و برائم اهل بیت علیهم السلام و علاوه بر آن سازمان های قرآن الحکیم، الغازریه و الفاطمیون نیز در این مراسم مشارکت داشتند. فاطمه موسوی، اخبار شیعه. گفتنی است یکی از بارزترین فعالیت‌های برنامه الغدیریون اهدای هدیه به 313 یتیم و عیدی به والدین ایتام بود که شامل 150 خانواده یتیم و همچنین توزیع سبدهای غذایی بین خانواده‌های فقیر و نیازمند و توزیع غذا و نان رایگان بین شهروندان بود. علاوه بر آن بازدید از بیمارستان ها و عیادت از بیماران بستری شده و اهدای دسته گل های روز برای تبریک عید غدیر به آنها از دیگر فعالیت های این مجموعه بوده که برگزار کنندگان این برنامه انجام دادند. فعالیت این جشن غدیر از مدتی قبل آغاز شده و همچنان ادامه دارد.